جناب آقای مناشه امیر، درود بر شما. درود بر شما بینندگان، درود بر ملت ایران. بچه کراوات خوشرنگی جناب آقای مناشه امیر، بسیار مثل همیشه زیبا. خب آقای مناشه امیر، شما تلفن‌ها رو بذارید، دوستانی که میخوان از آقای امیر سوال کنن احتمالا بتونن بیان رو خط. ولی آقای مناشه امیر، ماجرای حماس و غزه و فلسطینی ها تمام شد به خوبی و خوشی؟ ببینید الان 15 سال از تخلیه نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و شهروندان اسرائیلی میگذره، یعنی 15 ساله که غزه انحصارا دست خود فلسطینی هاست. میتونستن اونجا رو بهشت بکنن، با اسرائیل همکاری بکنن، درها باز باشه، زمینی، هوایی، دریایی، و واقعا تبدیل بشه به یک سرزمین نمونه هم برای فلسطینی ها، هم برای عرب و هم برای ملت های جهان. پریروز دنبال یه تاریخ میگشتم، رفتم و فهرست نبردهایی رو که در ظرف این 15 سال بین گروه های ترور در غزه و ارتش اسرائیل رخ داده رو بررسی میکردم. اگه بگم 5 تا بود اشتباه کردم، 10 تا بود اشتباه کردم، 20 تا بود اشتباه کردم، خیلی بیشتر از 20 تا. نتیجه از روزی که اسرائیل تخلیه کرده، اونها به جای آن که غزه رو به یک تخت پرش برای رفاه، نیکبختی، همزیستی و همیاری و صلح و آرامش و امنیت مبدل بکنن، به یک کانون ترور مبدل شده. حکومت اسلامی ایران هم میآید و از طریق تونل هایی که بین شبه جزیره سینا و غزه هست اسلحه و پول براشون میفرسته، و آقای اسماعیل هنیه سرکرده حماس هم در یک نسخی همین دیروز پریروز بسیار سپاسگزاری میکنه از پول و اسلحه‌ای که حکومت ایران به این گروه تروریستی میده. در کنار اون ما جهاد اسلامی آزادی فلسطین رو داریم که کلش از روز اول پایه‌گذاری شده توسط حکومت ایرانه و پول و اسلحه‌اش رو به طور کامل از رژیم ایران میگیره و نوعی موشک‌های ساخت ایران رو هم در یه صدای نویزی میاد توی گوشی من، مال من یا پخش هم همینجوره؟ این مثل که این قش ادامه بدید لطفا. آقای امین من حرفم تمام شد که و نتیجه گیری این است که غزه رو میتونستن بهشت بکنن و الان به جهنم مبدل شده، و یکی از عوامل اصلیش حکومت اسلامی ایرانه، گرچه علل ریشه‌ای دیگر هم داره که هم مذهبیه، هم سیاسیه، و هم از رقابت‌های بین قبیله‌ای در میان فلسطینی‌ها سرچشمه میگیره. تا اینجا باز اومد. درود بر شما. بفهمید خوش کن. آقای امیر، من میخواستم بدونم آیا اسرائیل پناهنده قبول میکنه؟ امکانش هست ما بیان اسرائیل پناهنده بشیم یا نه؟ شما مسلمان هستید یا یهودی هستید؟ من نه مسلمانم نه یهودی. بله آقای امیر بفهمید. بله ببینید، این گونه پرسش ها همیشه من رو شگفت زده میکنه. ببینید اسرائیل مساحتش 1/8 ایرانه، اسرائیل مساحتش نصف لس آنجلسه، اسرائیل مساحتش 1/100 یا 1/1000 اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه امروز هست، و همینطور مساحتش با ایالات متحده، با کشورهای آمریکای جنوبی و غیره. برای من قابل درک نیست که چطور
دوستان عزیزان که من دقیقا دردشون رو احساس میکنم و به اونها ابراز همدردی میکنم. چگونه اونها از اسرائیل انتظار دارن که افراد پناهجو رو بپذیره؟ یادآوری میکنم این نه نجات پرستی نه آپارتاید، هیچ کدوم اینا نیست. سرزمین اسرائیل به وجود آمد، استقلال دوباره خودش رو باز یافت به خاطر اینکه یهودیانی که در سراسر دنیا آواره هستند، سرگردان هستند، مورد آزار قرار دارن، میکشنشون، اموالشون رو میدزدن، به کنیساهاشون تیراندازی میکنن، اونها رو اسرائیل باید جذب کنه. نه امکانات مالی داره برای جذب پناهجویان و نه زمینش رو داره و تسهیلات دیگر رو داره. ببینید در دنیا الان ما بیش از 50 میلیون نفر، شاید کم گفتم 60 تا 70 میلیون نفر افرادی رو میشناسیم که دنبال پناهگاه میگردن، دنبال کشوری که اونها رو بپذیره. چگونه میشه از اسرائیل انتظار داشت که یک ایرانی رو بپذیره و یک پناهجوی مثلا زیمبابوه رو نپذیره؟ این از که از همه ایرانیان من پوزش میطلبم، ولی این واقعیتی است که باید در مورد اسرائیل در نظر گرفت و ناراحت نشد، انگ نجات پرستی یا انگ آپارتاید هم به اسرائیل نزد. یه نکته البته آقای ببخشید، اولا خواهش می‌کنم که پاسخ‌ها رو خود کوتاه‌تر بدید برای اینکه تعداد مراجعین خیلی زیاده. یکی از کشورهایی رو دارن که احتیاج به روادید ورود به اسرائیل نداره، به آسانی میتونن بیان از این کشور دیدن کنن. اونهایی که لسه پسه دارن، یعنی برگ عبور دارن، اونها نمیتونن به اسرائیل بیان، در اختیارشون. حالا من البته در این مورد یه حرفی دارم میذارم بعد دوشنبه. الو بفهمید، شما رو خط هستید. الو جانم بفهمید. درود بر شما آقای همایون و درود بر آقای ام. من سوالم اینه که الان آتش بس اعلام شده، چطور میتونن به حماس اعتماد کنن؟ چون خب ما میدونیم، ما حداقل میدونیم که 100% اصلا این جنگ بین ایران و اسرائیله. برای همین اونا نمیرن خودشونو قوی تر کنن، تا میبینن که دارن از بین میرن سریع آتش بس اعلام میکنن، بعد میرن خودشونو قوی تر میکنن که بیان دوباره حمله کنن. چون همه ما میدونیم که اونا نمیشینن، یعنی تموم شدنی نیست این مسئله. باید بالاخره این وسط یکی از بین بره به طور کل، و یعنی امکان نداره که اونا بشینن. بعد دوم این که چرا دنیا میدونه، دنیا 100% میدونه که ایرانه که داره اسرائیل رو میخواد از بین ببره، چرا حمایتش میکنن؟ ما نمیخوایم کسی ایران رو حمایت کنه. یادتونه دو هفته پیش بود شما سوال کردین که میخواییم دنیا چی کار کنه برای شما ایرانیا. ما نمیخواییم کاری کنن، ما فقط میخواییم که اینا رو حمایت نکنن، دولت ایران رو حمایت نکنن، ولی اونا اصلا هیچ اهمیتی نمیدن. خیلی ممنون میشم. مرسی. خیلی ازت ممنونم بانوی عزیز، سوالت خیلی خوب بود، حالا آقای امیر جواب خواهد داد. ولی واقعا دنیا بیاد یه نشانه ای به من بده که از این ملت مظلوم ستم کشیده یک جا یک کاری کرده باشه. پناهجوهای ما تو این پناهگاه‌های اروپا خدا میدونه چجوری دارن زندگی میکنن. به نظر من دنیا کمال بی‌معرفتی رو در حق ملت ایران کرده، از آمریکا بگیرید تا بقیه. جناب امیر بفهمید. بله این پرسشی که خانم عزیز مطرح کردن بسیار پرسش مهمی هست، و این یکی از پرسش‌های کلیدی است که نگرانی‌های شدیدی رو ایجاد می‌کنه. گفتم که در ظرف 15 سال ده‌ها نبرد و اینها بوده، در یک جنگ 24,000 موشک به سوی اسرائیل فرستادن، در جنگی که ظاهراً ساعت 2 بامداد امروز به پایان رسید، آتش بس برقرار شد، بیش از 4 تا 5 هزار
موشک به سوی اسرائیل پرتاب شد و ایشون کاملا درست میگن، تشخیصشون و ارزیابیشون کاملا درسته که هر بار که این نبردها شده، حماس و گروه های دیگر سلاح های پیشرفته تری رو به کار انداختن و اینجا پرسش میشه که عاقبت کار چیست. من پاسخی ندارم، ولی فقط یک نکته رو با قاطعیت میتونم بگم، نه اسرائیل میتونه فلسطینی ها رو نابود بکنه و نه اسرائیل میتونه حماس و جهاد اسلامی رو نابود بکنه و نه اونها میتونن اسرائیل رو نابود بکنن. آنچه که باعث نگرانی است امروز این است که نزاع عربی اسرائیلی یا فلسطینی اسرائیلی بر سر زمین آغاز شد. دو تا ناسیونالیسم با هم استکار کردن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، و عرب ها هم حاضر نیستن تقسیم بکنن. ولی امروز حکومت ایران و حماس و جهاد اسلامی میخوان این رو به یه موضوع مذهبی مبدل کنن، بگن مسجد الاقصی در خطره. و این است که خمینی با همین حیله میخواست که جهان اسلام رو، پشتیبانی جهان اسلام رو به سوی خودش بکشه و نتونست. باید دید که حماس الان یک گروه تروریستی چگونه خواهد توانست که به یک چنین هدفی برسه. آنچه که باعث تأسف بسیاره، میبینیم که حماس بود که جنگ را شروع کرد، حماس بود که روز دوشنبه دو هفته پیش شهر اورشلیم و فاصله 2 کیلومتری 3 کیلومتری از خونه من موشک زدن، و اگر اسرائیل واکنش نشون داده از خودش دفاع کرده. پس برای چی میرید تظاهرات میکنید هم در واشنگتن و هم در برخی کشورهای اروپایی و میگویید که اسرائیل جنایت کرد؟ آقای امیر تو رو خدا جواب رو خود کوتاهش کنید، قسمتون دادم دیگه. بفهمید شما رو خبر هستید. درود بر شما استاد همایون. بفهمید، خواهش کنم. ببخشید، من برادرم دانشکده دریانوردی چابهار درس خونده بود. بعد تعریف میگم، گفتش که این دستگاه تصفیه آب منطقه چابهار رو اسرائیل آورده در ایران گذاشته. ولی واقعا اگه همه چی برگره به روال سابق، ایران واقعا به نفعش هست، مردم ایران. مرسی آروان، سپاسگزارم. خب این که جوابی نداره. این نه، جواب داره، جواب داره، و اون این است که درست شما چند از رو خط بسید در چابهار دستگاهی که کار میکنه، آب رو تصفیه میکنه، ساخت اسرائیل. 3 دستگاه هم در بوشهر و اطراف اون، یعنی جمعاً 4 دستگاه رو اسرائیل پیش از بروی کار آمدن خمینی به ایران فروخ. اون 3 دستگاه رو نمیدونم الان در چه وضعی هست، ولی اسرائیل در زمینه تصفیه آب بسیار بسیار پیشرفته است و ای کاش اگر همکاری ها بین 2 کشور وجود داشت، اسرائیل میتونه ساحت زیادی مسئله کمبود آب در ایران رو حل بکنه، همان گونه که در خود کشور اسرائیل حل شده. تا اینجا بازگذارم. بفهمید شما رو خط هستید. درود بر شما جناب مهیم. جانم از زمین. درود بر آقای مناشه امیر. من از آلمان با شما صحبت میکنم. من جناب مهیم، میخواستم اول درباره شما یک خیلی کوتاه بگم. من اصلا احترام خاصی برای شما قائلم، صرفا به خاطر اینکه ثابت قدمین به نظر من، و ممکن این اصطلاح بد باشه، ولی تفسیر تقی شما خوشم میاد. خوب این کسایی که جفا میکنن خوب جلوشون وامیستین. من سپاسگزارم از این روشنگری های شما. و در مورد از جناب مناشه امیر میخواست سوالم اینه که سلام خدمتشون دارم و بهشون نظرم، من تصور میکنم میخوام نظر شما رو بدونم، اگر جمهوری اسلامی توی این فلسطینی ها رو به حال خودشون میگذاشت،
این 42 سال اینا رو معطل کرد، یعنی در واقع ابزارش به عنوان ابزار از اینا استفاده کردن. اول اونا ابزار استفاده کردن، بعد اینا ابزار استفاده کردن. بالاخره این تاریخ ما بعدن شرمنده میشیم. ما چجوری جواب این فلسطینی ها رو بدیم که این خونه هایی که ریخته شد خودشون میتونستن با اسرائیلی ها کنار بیان؟ نیازی نداشت که ما این کارها رو بکنیم، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در عراق، چه در یمن. این من تصور میکنم واقعا استفاده ابزاری کردن. سپاسگزارم. من گوش میکنم. سپاسگزارم. بفرمایید آقای امیر. بله، در مجموع باید یادآوری بکنم که حماس یک سازمان سنی مذهب، ریشه هاش در اخوان المسلمین مصر و قبل از آمدن خمینی هم وجود داشت. منتها حکومت ایران در ظرف این 42 سال، نمیدونم دقیقاً چقدر، ولی دست کم 1 میلیارد دلار پول ملت ایران رو به صورت دلار نقد و یا اسلحه در اختیار حماس قرار داده. و همونطور که گفتم اسماعیل هنیه همین یکی دو روز پیش بود که در برابر دوربین ها از حکومت ایران سپاسگزاری کرد. 618 ماری از آرا 618 ماری آوا سپاسگزارم. شما رو خط هستید، بفهمید. جناب همایون، بفهمید. با درود فراوان خدمت شما و مهمان گرامیتون جناب منائش امیر، که من از بچگی صدای گوشنواز ایشون رو میشنیدم. من از ایشون سوالی ندارم، اما من فقط یه موضوع رو میخواستم خاطر نشان کنم در ارتباط با گفتگوهایی که شده. ببینید آقای همایون، ایرانی ها تحت هیچ شرایطی در هیچ کجای دنیا حمایت نمیشن به هیچ شکل، به هیچ صورت، چه پناهجویامون چه به هر شکلی. برای اینکه ما داخل ایران اسیرای هستیم که قراره یه سریمون با کرونا بمیریم، یه سریمون فرار کنیم، به هر حال توی دریاها غرق بشیم، بمیریم، و این مملکت با قرارایی که گذاشتن با قراره بدون سکنه تقسیم بشه بین دو تا کشور، روسیه و چین، و ما نه از بیرون نه از داخل هیچ حمایتی نداریم. آقای همایون، شما فکر میکنین الان رفتاری که به هر حال اینجوری که دارن میگن مثلا اسرائیل با فلسطینیا داره، ایران خود سیستم با مردم ایران نداره؟ داره. پس ما نمیدونم باید چه بکنیم. فقط اینو میدونم که ایران ذره ذره آب میشه. من یکی از کسایی هستم که برادرم یکی از اعدامیای سال 60 و تا کنون هرگز و هرگز رأی ندادم و نخواهم داد، اما هستن کسانی که در گروی این سیستم هست، منافعشون رو همه کار میکنن. ما هیچ حامی نداریم آقای همایون، هیچ حامی نداریم، و فقط تنها رسانه که صدای مردم ایران رو بدون سانسور، چه موافق چه مخالف، داره پخش میکنه تلویزیون شماست. و اون آقای که دیروز توی تیوی شما که اسمشونم الان دقیق یادم نیست، اما اگر جوانایی که سال 60-67 اعدام شدن زنده بودن، آخه این آدم که اصلا نمیتونست بیاد اینجا اظهار نظر بکنه، این اصلا سوادشو نداره. شما برین قطعه سر رو ببین قد با متاسفانه قطع شدید. خیلی متشکرم. شما در این متشکرم، ممنون از اینکه وقت دادین. به همین خدا در این زمینه صحبتی دارید شما؟ آقای منوشمی، شما در این زمینه صحبتی دارید؟ بله بله، متاسفانه ایشون روی یه واقعیت تلخ باش گذاشتن، و اون این که ملت ایران از طرف هیچ کشوری پشتیبانی فعال نمیشه. ولی یه رز تخفیف بدیم،
بگیم همین حکمی که دیروز دادگاه اونتاریو در کانادا علیه برخی از سردمداران حکومت ایران صادر کرد، یک بدعت حقوقی در تاریخ کانادا بود. این حرفایی که دولت آقای بایدن میگه، پومپئو میگه و دیگران میگن، اینا همه ابراز حمایت از ملت ایرانه. سازمان‌های حقوق بشر مرتباً اعلامیه منتشر میکنن علیه حکومت ایران. یک پدیده‌ای که مثبت تلقی میشه این است که در یک سال اخیر ارزیابی شخص من این است که ایرانیان برون مرزی هم فعال شدن، ولی همه اینها هنوز ما رو به هدف نزدیک نمیکنه. یک حکومت سرکوبگر که بیرحمانه میکشه و اگر نیروهای سپاه پاسداران و بسیج برای سرکوب ملت ایران کافی نباشه، هیچ ابایی ندارن که هشت و شبی رو به ایران بیارن، زینبیون رو، فاطمیون رو و همه مزدورانی که حاضرند ایرانی رو بکشن، پولی بگیرن و معیشتی داشته باشن. تا اینجا. الو؟ الو؟ بفهمه شما رو خواهد هستید. الو بفهمه شما رو خواهد هستید. ای بابا بفهمه شما رو خواهد هستید. الو سلام علیکم. بفهمید خواهش میکنم. یه سوال داشتم. بفهمید. سوال من این است که جامعه ما ایران که جمهوری اسلامی سرمایه هایشو بهترین فرزندانشو فریب میده، سرمایه هایشو میفرسته یمن، بحرین، عراق، افغانستان و فلسطین یا اسرائیل، که این همه سرمایه ما را در صورتی که ملت ما نه دارو دارن، نه مدرسه دارن، نه آب آشامیدنی دارن، برین یه گوشه ای از کشور ما یه استانی را به نام استان سیستان و بلوچستان که اصیلترین مردم ایرانن، تاریخ ما، تمدن ما که پهلواناش، جنرالاش گرزب ایران باستان از اونجا سر برآوردند و افتخار ملت ایران است، افتخار این سرزمین باستانی ماست و ما با یهودیان از 2500 سال پیش. عزیزم سوالتون مطرح کن، خلاصه سوالتون خلاصه مطرح کن لطفا. سوال من این است که آیا آقای منشأ امیر و شما و همه دوستانی که صدای مرا میشنوند، زمانی که مردم در بلوچستان آب ندارن، مدرسه ندارن، بیمارستان ندارن، از گرسنگی دارن میمیرن، وضعیتشون از سومالیا هم بدتر است، من عکس‌هایی رو میبینم، گزارش‌هایی رو میبینم، آیا جمهوری اسلامی بهتر نیست که این پولا رو به جای اینکه به حماس بده و فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو به جان هم بندازه؟ از آقای امیر چه بپرسین؟ از آقای خامنه‌ای باید بپرسین؟ عزیز من این سوالی که از آقای امیر جواب بده، بگه آقا بله آقای امیر با شما 100% موافقه. بعد یه یادآوری بکنم. بفرمایید خواهش. و اون یادآوری سخنان دیروز اسماعیل قاآنی است که خطاب به سازمان‌های ترور گفتش که ادامه بدید، همچنان اسرائیلی بکشید. درسته که ما الان وضع اقتصادی بدی داریم، ولی ما با شما پیمان سلیمانی داریم و طبق قاسم سلیمانی تعهد داریم که در هر شرایطی کمک مالی ما و تسلیحاتی ما به شما فلسطینیان ادامه پیدا کنه. سخنان سپاهی اسماعیل قاآنی دیروز. احوال شما، حال شما؟ ممنون. من مسلمون بودم، تازه مسیحی شدم، یعنی ایمان رو بردم. ما تمام این بدبختی رو آقای منشأمی هم البته یه توضیح کوتاهی بدم، تمام این بدبختی رو از اسلام میکشیم. یعنی اگر اوایل قبل از اینا عزیزم اگه سوالی از آقای منشأمی دارید مطرح بفرمایید، اون مسائل دیگر رو بعدن تو برنامه‌های دیگه میذ وقتش هست. از آقای امیر مشخصا سوال می‌کنم، آقای منشأمی بپرسم نظرتون در رابطه با آقای خامنه‌ای با این کارایی که میکنه محمد افشار چیه؟ و
بعد این جزیره خار که این خانم زنگ زد، اون موقع من جزیره خار کار میکردم، اینا یعنی سرباز بودم، اون آبشیرین کارم اونجا بود تو جزیره خار، دستگاه آبشیرین کار بود، اونم استایلی ها آورده بودم اونجا در حال درست کرده بودم اینا. فقط میخواستم آقای منشنگی یه توضیح در رابطه با اسلام این محمد و چیز این بله باطعانه وارد مباحث مذهبی نمیشم، هیچ مذهبی رو هم با هیچ مذهب دیگر مقایسه نمی کنم، ولی یک چیزی رو قاطعانه میتونم به شما بگم که هدف از ادیان برقراری هماهنگی، همدلی، همیاری، تفاهم، دوستی بین ملت هاست و بستگی به افرادی داره که آیات قرآن مجید یا تورات یا اوستا یا چیزهای دیگر رو تفسیر میکنن، چون آیات در اکثر کتابهای دینی به شیوه مبهم نگاشته شده که شما میتونید هر نوع که میخواید این رو تعبیر بکنید، و در مجموع اگر افرادی میآیند و دین رو وسیله قرار میدن نه برای ایجاد تفاهم و همکاری الا برای تولید ستیز و جنگ و خونریزی، مسلما کار بدی میکنن. تا اینجا بفهمید، شما رو خط هستید، بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب همایون. جانم ارادتمندم. بفهمید، میخواستم یه سوال از جناب مناش امیر داشته باشم. بفهمید، میخواستم بپرسم که الان وقت اون نرسیده که اسرائیلی ها، یعنی همون یهودی ها که یک زمانی ایرانی ها بهشون کمک کردن، الان وقت اون نرسیده که اسرائیلی ها الان به ما کمک کنن، به ما ایرانی ها. ممنون میشم، زیادم وقتتون رو نمیگیرم. من حالا تو این برنامه نمیخواستم بگم، ولی حقیقتاً این انتظار از دوستان اسرائیلی میرفت. حالا آقای امین میگن کشور ما کوچولوه، نمیدونم پول نداریم. حالا مثلا فکر کنید در یک کشوری که 9 میلیون جمعیت داره، حالا 5000 تا ایرانی مثلا، 5000 تا ایرانی یا 5000 تا تو 9 میلیون. بفهمید جناب امیر. من سخنی ندارم، فکر میکنم که پیشتر گفتم. ببینید، هم ملت اسرائیل و هم دولت اسرائیل بسیار سپاسگزارن نسبت به ملت ایران و کار کوروش کبیر. من اینجا یه چیزی رو خیلی قوی تر میتونم بگم، یعنی نه فقط اینکه کوروش کبیر آمد یهودیان رو از اسارت بابل آزاد کرد و گفت برید مملکت خودتون رو دوباره بسازید، نه فقط این، بلکه با این کارش یهودیت رو نجات داد. اگر یهودیان در اسارت بابل باقی میموندن و کوروش کبیر اونها رو آزاد نمیکرد، من مطمئن نیستم که امروز آیین یهود وجود داشت. ولی این پرسش سیاسی که چرا یک کشوری به یک کشور دیگر کمک نمیکنه، فکر میکنم توضیحش رو در مورد اسرائیل دادم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شما جانم آقای همایون و جناب آقای منشیر ساشمیچی. آقای منشیر ساشمیچی، شما چرا اسمتون رو عوض کردید؟ بله، خیلی سپاسگزارم. من افتخار میکنم که پدر بزرگم ساشمیریز بود، پدرم ارتشی بود، اسم من منوچهر که این یکی از پادشاهان ایران بود، ولی اسم و فامیلی یک ابزار برای ایجاد ارتباط بین افراد. بسیاری از ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردند ناچارن نام خودشون رو عوض بکنن، به خاطر اینکه برای یه نفر کانادایی مثلا تلفظ کردن فتعلی مشکله، و در زبان عبری هم حرف چه وجود نداره. اسم من و فامیل من سه تا چه توشه. یادم در دوران محاکمه آشمن که برای من کارت خبرنگاری صادر کردن،
نوشته بودن ساخمخی نه ساچمچی، چه وجود نداری در. بنابراین عوض کردم و من نه حسن فریدونم نه علی خامنه‌ای که قطعا اسمش علی خامنه‌ای نیست، و از این که شما به شخص من توجه کردید و ابراز محبت کردید ازتون سپاسگزارم. تا اینجا یه چیزم من بگم. بنده پدرم اسم امیر حمید برام گذاشت. از کلاس پنجم ششم دبستان چون اسم عربی بود دوست نداشتم، خودم اسم خودم گذاشتم شهرام. علت اینم که کار کردم به هیچ کس ارتباطی نداره. شما بگردی ببینی یه آدم اسمشو عوض کرده، فکر کنید آقا این حالا یه موضوع پیچیده یه CIA اومده به من گفته آقا اسمت مثلا عربی نباشه. ما کی میخوایم بزرگ شیم من نمیدونم. بفهمید شما رو خود هستی. یه نکته دیگر رو هم در این رابطه بگم. درسته که اسم یهودی من منشه هست و منشه نام پدر بزرگ مادری من بود، درسته، ولی همسر مرحوم من و فرزندان من و دوستان من هنوز من رو منوچهر صدا میکنن. اسم بسیار زیباییست برای کسانی که بتونن اون رو تلفظ بکنن. بفهمید شما رو خود هستید. الو، درود عرض کردم جناب آقای همایون و همچنین جناب آقای امیر. خیلی خوشحال هستیم که آقای امیر در تندرستی و نشاط هستن. جناب آقای امیر، همون گونه که مستحضر هستین، موضوع شیخ جراح در اسرائیل یک موضوع حقوقی قضایی بوده که در دادگاه اسرائیل و به تبع آن در دیوان عالی اسرائیل در حال رسیدگی بوده. اقداماتی که حماس انجام داده خلاف مقررات بین المللیه. سوال ما از حضرت عالی اینه، آیا سفیر شما در سازمان ملل متحد این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهد داد یا نه؟ متشکر هستم. این شد سوال. این شد سوال. آقای امیر، شورای امنیت 3-4 جلسه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد. مسلماً یک سازمان ترور در غزه نمیتونه به اسرائیل دیکته بکنه که این کار رو بکنید اون کار رو نکنید. همونطور که گفتید قضیه الان در دیوان عالی اسرائیل در مورد مالکیت 4 خانه در شیخ جراح در دست رسیدگی هست. این احتمال رو مطرح کردن که سند ارائه شده جعلی باشه. دیوان عالی اسرائیل 1 وقت خواسته که به خوبی این رو بررسی بکنه و هرچه که رأی داد اجرا خواهد شد. و یادآوری بکنم که در مرحله پیشین دادگاه پیشنهاد شد، گفتش که آقایون فلسطینی ها ما نمیخوایم شما رو بیرون بکنیم، بمونید تو این خونه ها به عنوان مستأجر تضمین شده یه کرای خونه خیلی کوچیکی بدین. مثلا اگر کرای ماهیانه 3000 تاست شما 12 تا بدید. و اونها زیر فشار گروه های ترور فلسطینی این رو رد کردن. نکته دوم که حماس گفته که پلیس اسرائیل باید بره بیرون از مسجد الاقصی. پلیس اسرائیل 40 یعنی از هنگام جنگ 6 به بعد مسئولیت حفظ نظم رو در مسجد الاقصی داشته و داره. پلیس اسرائیل در داخل مسجد الاقصی یک پاسگاه، یک شهربانی داره که از سالها پیش هست. این که یک گروه تروریستی بیاد بگه از این به بعد من دیگه به شما اجازه نمیدم که این کار رو بکنید و موش اسرائیل رو به موشک ببنده، باید مجازاتش کرد و این به خلاف مقررات بین المللی است. ولی شوربختانه میبینیم که در برخی از کشورها تظاهراتی علیه اسرائیل شد که چرا از خودتون دفاع کردید. بله، این تلفن شما رو خلاص بفهمید. خوش بکنم. الو جانم بفهمید. شما رو خط هستید بفهمید. خواهش میکنم. الو عزیزم شما رو خط هستید بفرمایید. خب مجبورم ایشونو قطع کنم تا بله.
خب عرضم به حضورتون که بینندگان عزیز اینقدر این تلفن ما داره حالت عرضم ببخشید این قاطی کرد باست. الان بفهمید شما رو خانه هستید جانم، بفهمید جانم. درود بر شما وران هاتون کشده. در خدمتون، بفهمید کاشم. از خدمت شما که از بینشمی خواستیم بپرسیم اگر علی من اعمال تمدی کرد شما یه بار جوابشون ندید امکان شد؟ کی حمله کرد نفهمیدم. حماس. حماس حمله بکنه اسرائیل جواب نده؟ منظورتون که حماس وقتی حمله کرد اسرائیل جواب نده ببینید نتیجه چی میشه؟ اسرائیل یه موقع جواب نده ببینیم نتیجه چه حدیه. بله بفهمید آقای هم از این پرسشی که مطرح کردید بهتون جواب میدم. ببینید اسرائیل به همه تعرضات حماس جواب نداده. بارها اونها موشک زدن اسرائیل واکنش نشون نداده، گفته خیلی خوب یه دونه موشک زدن، ما نمیخوایم که وضع بحرانی بشه. به حماس پیغام داده که ما نمیخوایم که وضع رو بحرانی بکنیم، دیگه نزنیم، و باز زدن. بنابراین آقای محترم چگونه شما میتوانید شکیبایی پیشه کنید وقتی که شهری مثل اشدود در فاصله 25 کیلومتری از شمال نوار غزه 300 موشک رو در یک روز تحمل میکنه؟ چطوری جواب ندید؟ دستگل بفرستیم براشون؟ و اونها که هدفشون نابودی اسرائیله میگن آفرین اسرائیل واکنش نشون نداد، ما خجالت میکشیم دیگه دست برمیداریم. نه، این باعث گستاخیشون میشه به خاطر اینکه هدف نهایی حماس، جهاد اسلامی، حکومت اسلامی ایران نابودی اسرائیله، و مسلماً اسرائیل نمیآید سر خودش رو زیر گیوتین خم بکنه، بگه شمشیر رو همون سیف القدسی که قاآنی امروز بهش اشاره کرد این رو فرود بیارین و سر من رو از بدن جدا کنید. این راهش نیست مطلقاً. نه شما رو خط هستید، بفهمید شما رو خط هستید. درود داشت آقای امیر. اما به فرض محال یا غیر محال، اگر دولت متقلب بایدن با جمهوری اسلامی به نتیجه برسن و دو ماه بعدش حملات حماس از طریق پولایی که میگیره بیشتر بشه، دولت اسرائیل تصمیم قاطعی که میگیره چیه؟ سپاسگزارم ازتون. سپاسگزارم. بله، من از زبان نتانیاهو در واکنش امروزش به شما جواب میدم که ادامه آتش بس بستگی به رفتار حماس و جهاد اسلامی داره. اگر اونها از تعرض دست بردارن اسرائیل حمله‌ای به اونها نخواهد کرد، ولی از این به بعد حتی اگر یک موشک هم بفرستن اسرائیل بلده که چطوری بهشون جواب بده. حالا در مورد آقای بایدن، ببینید الان اسرائیل و دولت آقای بایدن، باز این ارزیابی شخصی منه، در مسیر یک بحرانی پیش میرن. آقای بایدن خودش طرفدار اسرائیله و خودش گفته است که ما نسبت به امنیت اسرائیل خودمون رو متعهد میدونیم، ولی شماری از دست اندرکاران سیاست داخلی و خارجی دولت آقای بایدن، شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب دموکرات و از جمله آقای بابی ساندر که خودش یهودیه ولی بسیار بسیار ضد اسرائیلی هست، اینها تقویت شدن در کنگره آمریکا، تقویت شدن و این ممکن است که یک نوع کاهشی در دوستی و همکاری بین دو کشور رو به وجود بیاره. سپاسگزارم. ممنونم آقای میناشمیر عزیز، خیلی لطف کردید. وقتمون به پایان رسید دوستان، خواهش کنم دیگه تلفن نزنید. و خوشحالم که اینقدر مردم علاقمند هستن به این موضوعات. فقط
نمیدونم چیکار کردین آقای امیر، کجا رفتید یه مصاحبه کردین، اذیتتون کردن، طرفدارانتون اینجا بر ما خط نشون میکشن که چرا آقای امیر به جای مصاحبه میکنه اذیتش کردن. هیچ به من اذیت نکردن. کس نمیتونه آقای امیر رو اذیت کنه، نگران نباشی. هیچ کس ماشاءالله پس همه برمیاد. نگران آقای امیر نباشی. ببینید انتقاد کردن کار درستی است. مثلا این آقایی که میگه منوچهر ساچمه، خب هدفت چی هست؟ منظورت چی هست؟ چقدر از حکومت اسلامی ایران تا سال ماهیانه مزد میگیری؟ آقای همایون قبل از خداحافظی یه نکته خیلی جالبی رو من امشب تجربه کردم و اون این که مزدوران حکومت ایران که معمولا میان رو خط شما میگین فلانی رو اذیت میکنن، مزدوران حکومت ایران جز این آقا نبودن دیگه. و بله. واقعا نه اینقدر آقای امیر، یه چیزی به شما بگم. بله. بذارید درد دل با اتون بکنم. حقیقتش من توی دوره که این تلویزیون رو به حال یه کارای کردیم و اینا، فکر نمی کردم اینجوری بشه. یعنی مثلا خب الان حدود یک سال ما تونستیم رو ماهواره های مختلف باشیم، شبکه های اجتماعی رو همه رو فعال نگه داریم و خلاصه تونستیم سری تو سرا در بیاریم. یعنی تو این خب بدونید شما آدم حرفه‌ای هستید، تلویزیون هایی که بودجه های قوی دارن، قدرت دارن، پرسنل ما که نداریم که. و من همیشه فکر میکردم خب ما توی اندازه کوچولوی میمونیم، ولی یه دفعه ترکیده و به اختیار دست ما هم در رفته. این بر بچه ها همه همین آرشی که شما میبینید واقعا شباب اصلا 2 ساعت 3 ساعت بیشتر نمیتونه بخوابه. همین الان که با شما حرف میزنم 2400 نفر توی لایو شما هستن و دارن کامنت میگذارن. همین الان حاضرم لایو سایر تلویزیون های دولتی رو براتون بذارم که به این رقم نمیرسه و این تونسته این نه حالا بحث رقابت و اینا نیست، میخوام بگم که انقدر حجم مراجعه کننده زیاد شده که اون مزدورا اون وسط ها اصلا دست و پا نمیشن، نمیرسه بهشون دیگه. بله این نتیجه مدیریت هوشمندانه شماست. خواهش من استاد شاگرد نوازی میکنن. خیلی ممنونم آقای امیر، همیشه از گفتگوی با شما، متانت بله. شما، شخصیت شما، خب علی رغم حالا ممکنه آدم اختلاف نظر هم داشته باشه ولی آدم نمیتونه اعتراف نکنه که با یه شخصیت کاملا حرفه‌ای، یک روزنامه نویس واقعا حرفه‌ای طرفه و این برای همیشه برای آدم لذت بخشه. خیلی ازتون سپاسگزارم جناب نشم.